بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع درس امروز ما شما، خب کنسل ما میزنم دی قسمت، ما میایم دی این قسمت موضوعات بحث میکنیم. اگر دی قسمت کلک میزنین، شما میتونین جدول های متفاوت با دیزاین های متفاوت انتخاب کنین. هر کدام از اینا رو خواسته باشین میتونین بگیرینشن. مگه متوجه باشین دوستا، اگر که شما جدول ها رو میگیرین، میتونین در قسمت چنج کالر برین رنگ های از این جدول ها یا پلتفرم ها رو تبدیل کنین. چرا رقم؟ اگر هر کدام از اینی را شما سلکت میگیرین، میتونین در قسمت فرمت رفته و در قسمت فرمت دیج رنگ ها را چنج کنین. باز دوباره قسمت کلک بزنین، میتونین از شپا و اشکال ها استفاده کنین. طبعا شما در قسمت از اکثر از موضوعات آشنایی دارین که الائنمنت یاش باشه، شکل باشه، بالا بره، پایین بره، چه رقم باشه. خب اون زتر شپا و یا کار برتان میتونه، اما اگر یک کلک میزنین کلش انتخاب میشه، یک کلک دیگر سر ازی میزنین فقط تنها یک دونه ازی انتخاب میشه. یعنی شما میتونید تنها یک دونه شما خواسته باشین چنج کرده بتونین. سر هر کدوم قسمت فیلد شما فقط کافیه که کلک زده و چنج کنین. در قسمت چار دیزاین رفته، خب چارت هایی که دوست دارین انتخاب کنین. من در قسمت کویک لی اوت، کویک لی اوت لایک لی اوت یک شکل و ساختاری خوب برش میدن. طبعا اگر شما از قسمت میرین لی اوت، لژند، هوریزونتال اکسس، ورتیکال اکسس، میجر گرین لاینز، اکثر موضوع نشه که دیگه هر لی اوت شما شامل کدام موضوعات میشه. مثلا شما میخواین هم تیبل باشه، هم لژند باشه، هم موضوعات های دیگه، یا با این شکل باشه. و اگر میان در قسمت هر چارت المنت خصوصیت های زیادتر میگیرین، هکسس تقریبا اینمی اعدادی که ما شما هست آیا بر ما شما بیای یا نه. خوب است که بر ما شما این قسمت قرار بگیره، بگویم که حالا ببینین معلوم نیست که چی رقم است. به این قسمت کلک بزنین، بگویم که ما میخوایم که اکسس ما به شکل ورتیکالی نشان داشته که از پایین ترین نمره با بالاترین نمره چقدر است، دیده کدام رنج بر ما شما قرار گرفته. دوباره به این قسمت کلک بزنین، اکسس تایتل، آیا اینمی تایتل از اینمی باشه نباشه. خب بشترک تایتل نداشت، حال ما میزنیم ای از یک تا صد چی است. اینا سکورس یا نمرات هستن، میتونین پس به نام سکورس نام بدین. دوباره قسمت کلک بزنین چارت تایتل، میگین عنوان چارت بر ما شما معلوم نشود، نخیر چارت تایتل عنوانش بر ما شما معلوم شود. شما میتونین یک نام برزی بدین، مثلا میگین که کاردن انستیتیوت و موضوعاتش چه قسمت قرار گرفته. بعد میرین در قسمت دیتا لیبلز، لیبل برچسبکایی که هست خوردن، میگیم آیا اینمی لیبلکا به این شکل نشان بده، نشان ندی لیبلکایی که این آمده. نخواسته باشین میتونین بگین نخیر نشان ندی، پس مکمل به هر رقمی که خواسته باشین میتونین شما در قسمت کلک بزنین و برتان نمایش بده. دیتا تیبل، تیبلتون بیاید با کدام از اشکال ها with legend and keys. تیبل بیاید امرای legend ما، یعنی رنگ های ما که در مورد تیبل گپ میزنه. legend اون قسمت از تیبل است که در مورد تیبل گزارش میده. مثلا یک نقشه رسم سعی میکنین راه ها و مسیر ها و یار نشان میده، یا میده این جدول هر رنگ مربوط کدام بخش، مربوط کدام سلسله، مربوط کدام کتگوری میشه نشان میده. خب قسمت گرید لاینز، گرید لاینز اگه خواسته باشین کلیک میزنین، میگین لاین های عمودی هم بر ما بفته. ببینین در قسمت لاین ها بر ما شما میه نکسس ایجاد ها، ببینین اینجا لاین ها بر ما شما عمودی هم بر ما شما آمد. دوباره شما میتونین در قسمت کلیک کنین، اگه گرید لاینز میرین، میگین لاین ها که بر ما شما بیه، اما به شکل که چرا هم باشه. اگر باز غیر فعالش میکنین او طرفش میکنه، چون غیر فعال بود. حالا که فعالش میکنین تمامی لینا رو براتون نشون میده، لینا هایی که عمودی رو خواسته باشین. ببینین قسمت ما شما ورتیکلی کلیک بزنین، موضوع بر ما شما پس دوباره ست میشه. لینا که بر ما شما اومده یکی در میان کلش ست کرد. لجنت ما شما کدام قسمت قرار بگیره؟ لجنت ما شما قسمت سمت راست قرار بگیره، بالا قرار بگیره، هر طرف دیگه ای که شما خواسته باشین لجنت تان رو میتونین به اون شکل تمام قسمت ببرین و استاپش کنین. پس تیبل جاتا قسمت لیاو و فرمتش بسته که به موضوعات داره که ما انتخاب میکنیم، چنجز میاریم. هر تغییری که فقط شما هدف هست که درست سلکشن شه و در قسمت اگر درست سلک نمیکنه اینا رو سلکشن تو نگر به شکل منظم باشم، فقط کافی است که شما تغییرات را بتین در قسمت اتوماتیک جدولتان تیبلتان به شکل تبدیل میشه. خب پی از موضوعات
چارت ما بود. خب ویدیو رو تا این قسمت ختم میکنیم، چارت باز اگر دیگه قسمت بحث کنه وارد یک بخش دیگه میشه.